ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان صمیمی. مثل همیشه خوبید، خوشید، سلامتید. به برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید. جناب کاویانی عزیزم، آقای فهیم، همه دنبال این هستن که درمان بکنن. ما دنبال این هستیم چیکار بکنیم که بیمار نشیم، مریض نشیم. شما میدونید یه مقدار از بیماری ها رابطه مستقیم با ژنتیک داره. بله. بدشانسی میارن، تکثیر سلول میشه سرطان، ایست قلبی میکشه آدم ها. اگر اون نداشته باشیم، توارث هم نصیب ما نشه، ما میتونیم با افزایش طول عمر مواجه بشیم. این چیزایی که ما خیلی مهمه و همه هم بهش اعتقاد دارن. یک، خواب کافی. شما باید سر یک ساعت بخوابید. همینطور که میدونید بدن یه ساعت داره به نام بیولوژیک بدن. باید ساعت 10 تو رخت خواب باشید. وقتی که شما ساعت 10 بخوابید تا ساعت 3 هورمونای زیادی ترشح میشه، ملاتونین و انواع اقسامش، که اینا میتونه تو افزایش طول عمر تأثیر بذاره، تو سلامتی روان، مخصوصا روان. شما وقتی که خوب نخوابید، ماهیچه‌های شما، مفاصل شما درد میگیره، فیبرومیالژیا. یکی از مهمترین علتش خواب کافی نبودنه. پس ما ساعت 3 صبح بخوابیم، از اون تا ساعت 12 جایگزین نمیشه. باید ساعت 10-12 بخوابیم. این میتونه یکی از عاملش خوابه. دو، تغذیه است. ببینید ما الان نون داریم. ما تو ایران زیاد نون مصرف میکنیم. نون زیاد داریم، نونای سنتیه که واقعا اینا کیفیت غذایی نداره، حالا به دلایل مختلف، یا آردشه یا اینکه سریع همونطور این آرد و خمیر میکنن و میپزن میدن دست مردم، یا اینکه من نمیدونم که جوش شیرین و انواع اقسام چیزایی که توش زده میشه. ما باید گندمی داشته باشیم که سالم باشه، این گندم آرد بشه، آرد خمیر بشه، خمیر بزنن 3-4 ساعت بمونه، تخمیر بشه، اون تخمیرش همراه با سبوس یه غذای کاملیه. تو دنیا حدود 300 تا نون دارن. پس یکی از مهمترین مواد غذایی ما نونه، که همون از خانواده کربوهیدرات پیچیده است. دو، ماکارونیه که آردش درست باشه. سیب زمینیه که این سیب زمینی آب‌پز یا تنوری، نه با روغن. بعدش برنجه. اینا میشه کربوهیدرات پیچیده. پیچیده یعنی چی؟ یعنی این قند و نشاستش در دراز مدت جذب سلولا میشه، ولی قند ساده سریع جذب میشه. پس این 70% غذای ما از کربوهیدرات پیچیده است که انرژی بدن ما رو تامین میکنه. بعد میاد پروتئین. به ازای هر کیلو وزن 1 گرم ما باید پروتئین مصرف بکنیم، چه قرمز، چه سفید، چه ماهی. اینا خیلی مهمه. ما باید چربی مصرف بکنیم. بعدش این درش مغذی، ریز مغذی ها شامل انواع اقسام املاح معدنی، ویتامین ها هست، آب هست. در کنار اون پروتئین، پروتئین گیاهی، انواع حبوبات، تخم مرغ، همه این باعث میشه که تغذیه مناسب برای سلامتی. از همه مهمتر هوای پاک. بله. هوای پاک خیلی مهمه در سلامتی. بعدش هم ورزش. اگر این عوامل کنار هم قرار بگیرن، اون ژنتیک سراغ آدم نیاد، ما میتونیم با افزایش طول عمر مواجه بشیم. ضمن اینکه الان امید به زندگی در مملکت ما همه جا دنیا افزایش پیدا کرده. سابق 50 سال میگفتم پیر، الان 65 سال تازه میان برای سالمندی. مثل که اومدن برای همینه که در روستاها به خاطر هوای پاک، غذای سالم، عمرشون طولانی تره و خواب به موقع. آره، خواب به موقع که استاد مالکی که اشاره کردن، یه چیزی هم همیشه استاد میگن که حتما الان هم بعدش میخواستن اشاره کنم، و اون اقتصاد خوبه، یعنی وضع مالی. آفرین، این فراموش کردن. یعنی اگه شما صبح چک داشته باشی خودت، شما اگر اقتصادتون خوب باشه که نیاز به کسی نداشته باشید، همراه با آرامشه. اقتصاد پا
پس این عوامل کنار هم قرار بگیره، ورزش هم بکنید، شما با افزایش طول عمر مواجه میشید. بریم با اجازه شما، چون قبلا شما که ورزش کردی آقا حامدیان همه رو آماده کرده. حالا ما یه سری حرکاتی که روی ماهیچه های اسکلتی هست با اجازه انجام میدیم. قربون شما. این آقا قانه قرار بود بیاد فلو ما. آقا قانه الان میاد خدمت. خب حرکت اول رو به این صورت شروع میکنیم. ببین میبرد مخصوصا کسانی که روز پشت هستن، کاملا پشت رو گرد میکنیم، مکس میکنیم، صاف میکنیم. میشه یک، میشه دو، مجددن یک دو گرد میکنیم، یک دو. کسانی که اسپاس در قسمت فوقانی دارن این حرکات بهشون کمک میکنه، یک دو یک دو. حالا حرکت بعد پشت رونه میگیریم، مهره به مهره میریم به سمت زیرانداز، جدا میشیم، میشه دو یک دو، مجددن یک گرد گرد یک دو یک دو. حالا کامل ترش میکنیم، باز مهره به مهره میریم، میشه یک، آهسته آرام، میشه دو، مجددن مهره به مهره ستون فقراتو گرد میکنیم، دو، تکرار، یک دو. یک دو. حالا حرکت رو کاملتر میکنیم، میریم کشش روی عضلات همسترینگ سرینی، میشه یک، به سمت جلو، آهسته آرام بر میگردیم، یک، کشش رو عضلات پشت پا، مجددن آهسته آرام بر میگردیم، یک، کشش به جلو، حرکت بعد این شکل رعایت میکنیم، توجه کنید، نزدیک دور میکنیم، یک نزدیک دور. سعی میکنیم به شما آموزش بدیم، یاد بگیرید تو فرصتهایی که دارید ورزش در خونه رو انجام بدید، یک دو. ما سعی میکنیم با عشق با تمام وجود حرکاتی که یاد گرفتیم آموختیم به شما منتقل کنیم. شما هم میتونید از این حرکات در منزل نهایت استفاده رو ببرید. حرکت بعد مخصوصا کسانی که سندروم سیاتیک دارن، وقتی که این حرکت انجام میدن الان عضله سرینی نا درگیر این حرکته، کشش نگه می‌داریم، تمرکز روی موزیک برنامه، افزایش کشش، میریم برای مورب شکمی، چرخش بیشتر، سمت عوض می‌کنم، میشه یک دو، نزدیک دو،
یک دو نزدیک دو یک نزدیک دور میکنم با آرامش با حوصله تمرکز روی موزیک برنامه یک دو حرکت بعد الان این موجه درگیره این حرکت افزایش کشش بیشتر میکشم مورقش کمی قسمت کمربند شانه ای حرکت بعد شه یک دو بر میگردم یک دو یک دو مجدداً یک دو حالا قسمت فوقانی جدا میشه نگه میداریم تمرین تعادلی قدرتیه نگه میداریم هر میگردیم نرمیشه بر میشه یک دو یک دو یک دو حالا یه تعداد حرکاتم به صورت ایستاده انجام میدیم پاها رو از عرض شونه با سر میکنیم مرکز ثقل به سمت عقب ستون فقرات گرد نشه قوس پیدا نکنیم میشه یک دو یک دو مجددن یک دو یک دو یک کمی زانوها رو حتما خم میکنیم میشه یک زانوها باید خم بشه بر میگردیم میشه یک تکرار به سمت چپ باز زانوی خم به سمت راست خوش آمدی آقای